کشته و زخمی شدن چندین تن در اثر درگیری میان کوچی ها و مالک شهر میربایز در ولسوالی بکرومی و ولایت کابل. تأکید رئیس جمهور امریکا بر ادامه ماموریت نظامی در افغانستان. انتقاد جان مککن سناتر جمهوری خواه امریکا از ادامه همکاری سازمان جاسوسی پاکستان با شبکه های حقانی و طالبان. انحلال کامل کمپانی های امنیتی خصوصی در کشور تا 6 ماه دیگر. دفاع براک اوباما رئیس جمهور امریکا از ارزش اعتباری این کشور. گسترش اعتراض های خیابانی در لندن و چند شهر دیگر بریتانیا و تلاش های شورای انتقالی مخالفان حکومت لیبی برای ایجاد حکومت موقت. با تقدیم سلام به خبرهای این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. گوینده منصور احمد مرزی. در اثر درگیری مسلحانه بر سر زمین میان کوچی ها و افراد وابسته به حاجی میرویس مالک شهرک میرویس واقع در منطقه بنی حصار ولسوالی بکرومی ولایت کابل شماری از افراد کشته و زخمی شدند. کوچی ها که افراد کشته شده مربوط به آنان است پس از درگیری دست به تظاهرات زده و اجساد کشته شدگان را به دروازه ارگ ریاست جمهوری برده هشدار دادند اگر عاملان این حادثه محاکمه نشوند به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. این درگیری مسلحانه حوالی ساعت 8 صبح امروز بر سر نزاع زمین میان کوچه‌ها و افراد وابسته به حاجی میرویس مالک شهرک میرویس واقع در منطقه بنی حصار ولسوالی بگرامی رخ داد که در اثر آن با گفته شاهدان عینی 4 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت داخله با نشر خبرنامه گفته است در این حادثه 1 تن از کوچه‌ها کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. کوچه‌ها میگویند آنان مصروف آبادی بر سر زمین‌هایشان در نزدیکی شهرک میرویس که از سوی قیس حسن گوز روز جرگه و از نزدیکان حاجی میرویس غصب شده است بودند که افراد مسلح مربوط به وی بانان شلیک کردند که در نتیجه چندین تن به شمول زنان کشته و زخمی شدند. کماندان باگرامی رو با پیسه خریده 5000 مسلح از داخل آمد و سری خانه بمبار کرد. 20 خانه را در گرفته و 9 نفر مرده و 6 زندان زخمی است. اسلام یه رقم گوتا نمیشه. بیادر رو نمیشه صبح که آمد خانه را کتی راکت زد، کتی مرمی زد از دین روشان پتر، کتی مرمی زد، کتی راکت زد، سرا خورد، اشتکا خورد. ولسوالی غلطه، دیخ پل غلطه، او رسوی، او کداز من غق بوله رسیگی، من با بس دلت نرو خزی پیدای عملی کهو، خود کشی کهو، دیسه رکت بدریگو. بینین مشاهده کردین، یک تعداد اهالی از این منطقه که به نام شهرک میرویس یاد میشه و در دامنه کوهی که شما هم مشاهده میکنین یکی از قوم‌های تراخیل کوچه ها اونجا جا با جا هستن. قبلا هم مشکلی به ارتباط همی ساحه و سرک و منطقه داشتن که چندین بار بین ازا زد و خورد و گپ و سخن واقع شده. کوچه ها که افراد کشته مربوط به آنها هستند پس این درگیری دست به تظاهرات زده و اجساد کشته شدگان را به دروازه ارگ ریاست جمهوری آورده و هشدار دادند اگر عاملان این حادثه محاکمه نشوند بعد از تظاهراتشان ادامه خواهند داد. در جریان این درگیری منازل مسکونی مردم محل نیز حریق گردیده است. خواستیم تا دیدگاه حاجی میرویس و قیس حسن را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. رئیس جمهور امریکا با اشاره به سقوط چرخبال نیروهای ناتو و کشته شدن بیش از 30 سرباز آمریکایی در ولایت میدان وردک میگوید این حادثه مانع ماموریت امریکا در افغانستان برای سرکوب شورشیان نخواهد شد. اوباما تاکید می‌ورزد نیروهای امریکایی بر تلاش‌های سخت خود برای تامین امنیت در افغانستان ادامه می‌دهند و در این راه موفق خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در نخستین اظهاراتش در واکنش به حادثه میدان وردک که در آن در پی سقوط یک چرخبال ناتو 31 سرباز ویژه امریکا و 7 کماندوی افغان همراه با یک ترجمان کشته شدند گفت واشنگتن به ماموریت نظامی خود در افغانستان همچنان ادامه می دهد.
I know that our troops will continue the hard work of می دانم که نیروهای ما برای انتقال مسئولیت ها به یک دولت مقتدری افغان با تلاش های سخت خود ادامه خواهند داد و در این راه اطمینان حاصل خواهند کرد که افغانستان دیگر محل امنی برای توریست ها نخواهد بود. ما به این ماموریت ادامه می دهیم و موفق خواهیم شد. بیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که رئیس جمهور اوباما تا یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی بر ادامه ماموریت مبارزه با تروریسم و شورشگری در افغانستان تاکید کرده است. نیروهای ائتلاف این خبر را که چرخبال آنان در ولایت میدان وردک از سوی شورشیان سقوط داده شده نمیپذیرفتند، اما خبرنامه روز دوشنبه ناتو این ادعا را تایید میکند. در خبرنامه ناتو آمده است یک شورشین چرخبال را با راکت انداز هنگامی که نیروهای آمریکایی و افغان را به محل درگیری انتقال میداد هدف قرار داد که در نتیجه سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. نیروهای خارجی کنترل جنگ را در افغانستان از دست داده و نمیتوانند از حملات موشکی و چریکی طالبان جلوگیری کنند. شماره از آگاهان با بیان این مطلب میافزایند طالبان با سلاح‌های سنگین مجهز شده و همه روزه قدرتمندتر میشوند. این در حالی است که طالبان مسلح روز جمعه یک فروند چرخبال نیروهای آمریکایی را در ولایت میدان وردک سرنگون کردند که در نتیجه آن 39 سرباز آمریکایی و افغان کشته شدند. در حالی که طالبان مسلح یک فروند چرخبال نیروهای آمریکایی را روز جمعه در ولایت میدان وردک سقوط دادند که در نتیجه آن 39 سرباز ویژه آمریکا و افغان کشته شدند. شماری از شهروندان افغان در این مورد ابراز نگرانی میکنند. در همین حال برخی آگاهان نظامی میگویند طالبان مسلح هم اکنون به سلاح‌های پیشرفته هوایی دسترسی پیدا کردند. کنترل و مهار بحران کم کم داره از دست آمریکایی‌ها خارج میشه و در اینجا کشورهای منطقه داخل شدند و در این اواخر اطلاعات موثقی وجود داره که طالبان بدون از موشک‌های استینگر و موشک‌های زمین به هوای نوع چینی و نوع روسی هم مسلط شده. به گفته آگاهان سیاسی طالبان مسلح همه روزه در حال قوی شدنند و نیروهای خارجی توان جلوگیری از حملات آنان را ندارند. به گفته آگاهان نیروهای ائتلاف باید استراتژی جنگیشان در افغانستان را مورد بازنگری قرار دهند. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که طالبان ضعیف شده. قطعا طالبان ضعیف نشده، بلکه طالبان قدرتمندتر شدن و آمریکایی ها این بازی خطرناکی را که در این سرزمین ما برای انداخته، باز هم ما به دولت مردان آمریکایی را به عنوان یک شهروند عادی کشور توصیه میکنم که جنگ به نفع آمریکایی ها نیست. نړیوال ائتلاف د افغانستان دولت ورسره دوی مطلوب نتایج نه لري، خپل چاره صادقانه او پورا په دغه تیر لس کلن دوران کې تر سره نکړي او بل مقابل د دوی مخالفین خپل گروپ بندی ورځ په ورځ پیاوړی کوي. این در حالی است که سخنگوی نیروهای آیساف روز گذشته اعلام کرد نبرد شدید هراس افغانان تا هنوز آغاز نشده و جنگ های سختی در راه است. همکاری های سازمان جاسوسی پاکستان با گروه های حقانی و طالبان همچنان ادامه دارد. جان مککین سناتور جمهوری خواه آمریکا با اشاره به این موضوع می افزاید ادامه ی حضور تروریست ها در خاک پاکستان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم دشوار ساخته است. آقای مککین تاکید می کند که شرایط کنونی در پاکستان پذیرفتنی نیست. به نقل از روزنامه اکونومیک تایمز، جان مککین سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی این بی سی گفته است باید درک درستی از این مسئله داشته باشیم که شرایط کنونی در پاکستان قابل قبول نیست و در صورت ادامه این روند آمریکا برای دستیابی به موفقیت باید بار سنگینی را به دوش بکشد. این سناتور آمریکایی همکاری سازمان جاسوسی پاکستان با شبکه‌های حقانی و طالبان را مشکل بزرگ در جنگ علیه تروریسم دانسته و می‌افزاید. ایالات متحده پیشرفت‌های چشمگیری به ویژه در مناطق جنوبی افغانستان داشته، اما دلیلی که وی به خاطر آن به شدت نگران است اینکه اطمینان وجود ندارد شمار نیروهای آمریکایی برای ادامه جنگ کافی باشد تا بتواند کنترل مناطق شرقی کشور را به صورت کامل در اختیار گرفت.
وی هشدار می دهد جایی هیچ تردیدی وجود ندارد که حضور و نفوذ القاعده در افغانستان همچنان ملاحظه خواهد شد و حتی این احتمال وجود دارد که گروه یاد شده دست به حملات بیشتر علیه امریکا بزند. بر اساس سروی بانک جهانی نظام مالی افغانستان قابل اعتماد است. نیکولاس کرافت رئیس بانک جهانی در افغانستان در جریان امضای قرارداد 60 میلیون دلاری با وزارت مالی یک کشور گفت پس از این کشورهای تمویل کننده و بانک جهانی تمام کمک هایشان را از مجرای دولت افغانستان به مصرف خواهند رساند. در این حال عمرزا خلوال وزیر مالی یک کشور ایجاد فضای اعتماد و سیستم منظم مالی را از اقدامات اولیه کاریش می داند. بانک جهانی قرارداد 60 میلیون دلاری را جهت تمویل دومین پروژه اصلاحات مدیریت مالی عامه با وزارت مالی کشور به امضا رساند و قرار است تا 3 سال آینده این پروژه عملی شود. عمرزا خلوال وزیر مالی کشور هدف از امضای این قرارداد را تقویت سیستم مدیریت مالی کشور در مطابقت با معیارهای مالی جهان عنوان کرد. امروز به امضا می رسانم، تعهد می شو به مصرف خود رسید تا که هم در مرکز و هم در ولایات ما یک نظامی که فرحال در ایجا بوجود آمده که شفاف باشه، قابل اعتماد باشه، حساب ده باشه که بوجود بیایه، که هم مورد اعتماد دونرها باشه و هم مهمتر از او مورد اعتماد مردم ما باشه. در همین حال نیکولاس کرافت رئیس بانک جهانی در افغانستان تلاش های وزارت مالیه را در جریان 10 سال قابل لمس دانست و از اعتماد بانک جهانی بر نظام مالی افغانستان خبر داد. سروی که از طرف بانک جهانی صورت گرفته نشان می دهد سیستم مالی افغانستان قابل اعتماد است. ما از کشورهای تمویل کننده می خواهیم تا تمام کمک هایشان را از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسانند. پس از رسوایی مالی کابل بانک، بی‌باوری های جامعه جهانی و مردم افغانستان نسبت به دولت کنونی افزایش یافته و دولت افغانستان پس از سومالیا دومین مقام را از لحاظ فساد اداری در جهان دارد. تا 6 ماه دیگر تمام کمپانی های امنیتی خصوصی در کشور مسدود خواهند شد. وزیر امور داخله که در نشست عمومی یا مشوران جرگه فراخوانده شده بود میگوید اکثر کمپانی های امنیتی خصوصی به شمول کمپانی هایی که مربوط به مقامات حکومتی بودند لغو شده، اما 46 کمپانی بنابر ضرورت فعالیت دارند. از سوی دیگر وزیر امور داخله بی‌سوادی و حضور بسیار ضعیف زنان در صفوف پلیس را بزرگترین چالش عمده می‌داند. بسم الله محمدی وزیر امور داخله که برای توضیحات در مورد اوضاع امنیتی کشور به مشران جرگه فراخوانده شده بود میگوید هرچند بنابر دستور رئیس جمهور تمام کمپانی های امنیتی باید مسدود میشد، اما 46 کمپانی بنابر ضرورت تاکنون فعالیت دارند که تا 6 ماه دیگر آنان نیز منحل خواهد شد. ما به شدت کار داریم و از این افعال در حدود 7000 ملتفنگ ما جمع کردیم و دیگه از این را آوردیم قانونمند ساخته میدیم. این را برکان اطمینان بدم که تا ختم این سال دیگه هیچ کمپانی در افغانستان اگر خواست خدا بوده باشه که کنم مشکل سر رای ما باوجود نگرد از سوی دیگر به گفته وزیر امور داخله بزرگترین چالش فراراه پلیس کشور بی سوادی است و ای میگوید 85% پلیس افغانستان بی سواد می باشد. بیشترین مشکلی که ما در پلیس افغانستان دارم مشکل بی سوادی است. اکثریت مطلق 85% تا 90% بچه های افغانستان که ما در پلیس افغانستان جلب و جذب می کنیم درس نخوانده بی سواد هستند. این را باید کلانترین چالش و ما باید این را با سواد بسازیم تا خودش قانون بفهمد بعد بالای مردم رو تطبیق بکنه. وزیر امور داخله همچنان حضور بسیار ضعیف زنان در صفوف پلیس را از سایر مشکلاتی می‌داند که پلیس ملی با آن روبرو است. بزرگترین مشکل ما این است که کمتر خانم ها میان و ما جذب میشن. ما مال در پلیس افغانستان 1500 نفر خانم داریم و 5000 ضرورت داریم. متاسفانه چه که میکنیم ما جلب و جذب کنیم کمتر خانم ها میان در پلیس افغانستان. این در حال است که شهروندان کشور نیز از بی‌سوادی و برخورد زشت پلیس با مردم همواره شکایت کرده‌اند.
خشونت علیه زنان در ولایت سرپل 70% افزایش یافته است. ریاست امور زنان این ولایت علت اصلی بلند رفتن آمار خشونت را فقر، بی‌سوادی و رسم و رواج‌های ناپسند عنوان می‌کنند. در این حال مسئولان شورای ولایتی سرپل هشدار می‌دهند اگر از افزایش خشونت علیه زنان جلوگیری نشود، بحران تازه‌ای در این ولایت به وجود خواهد آمد. مسئولان ریاست امور زنان در ولایت سرپل نسبت به سال گذشته از افزایش 70% خشونت علیه زن در این ولایت خبر میدهند. خانم نسیمه آرزو رئیس امور زنان در ولایت سرپل میگوید آمار خشونت علیه زنان در این ولایت 70% افزایش یافته و علت اصلی آن را هم فقر، بی‌سوادی و استفاده از عنعنات ناپسند عنوان میکند. آمار خشونت علیه زن در ولایت سرپل نسبتاً افزایش یافته. البته خشونت‌های لتکوب است، تجاوز جنسی است، قتل است، زنا است، حضیت آزار است، نفقه ندادن است، لواطت. اینی خشونت‌ها در ولایت سرپل زیادتر دیده می‌شود. از 100% ما میتونم گفته که 70% در ولایت سرپل خشونت علیه زن است. در همین حال محمد عارف شریفی رئیس شورای ولایتی ولایت سرپل میگوید عدم تطبیق درست قانون ناشنایی مردم با قانون عواملی است که این ولایت شاید همچو واقعیت است. عدم فهم مردم از حقوق و یا ناشنایی مردم از قانون و یا عدم تطبیق درست قانون، عوامل اقتصادی، مسائل دیگه و اینا میتونه که از عواملی باشه که متاسفانه ما شاهد همچه واقعات جنایی در جامعه باشیم. نامبردن میگوید اگر جلوی همچو اعمال گرفته نشود، یک بحران جدید در این ولایت به وجود خواهد آمد. همچنان قمرالدین شکیب معاون والی ولایت سرپل هم افزایش جرائم جنسی را در این ولایت رد نکرده، اما میگوید آن طور نیست که به آن قضایا رسیدگی صورت نگیرد. نامبردن میگوید شمار از افراد اعمال جنایتکارانه را در این ولایت انجام داده و از تعقیب عدلی فرار کرده و به صفوف مخالفین میپیوندد و مخالفین یک مرجع و پناهگاه برای همه جنایتکاران عرفوی در این ولایت شده است. و بعضی دیگه ما هست که می از تعقیب عدلی فرار میکنن و بعضی دیگه ما هست بسی به جرم جنایت اینا را دست میزنن و مخالفین یک ملجا و پناهگاه برای کلی جنایتکارای حرفه‌ای شده. و این میگوید هر گونه افراد زورمند باشد و جنایت کند، حکومت محلی ولایت سرپل توانایی آن را دارد که وی را به پای محاکمه بکشاند. این در حال است که چند قبل در ولسوالی سنچارک این ولایت بالای دختر 13 ساله توسط یکی از قماندانان سابق این ولسوالی تجاوز جنسی صورت گرفته، اما دولت تا حال قادر به آن نشده تا این شخص را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد. عبدالمتین ساک، افغان نیوز، شهر مزار شریف. از دو ماه بدین سو شهریان هرات با قطع بی سابقه آب و برق مواجه هستند. باشندگان این ولایت مقامات محلی را به بی کفایتی در زمینه متهم نموده و خواهان رفع مشکلات یاد شده هستند. وحید پیمان از هرات گزارش می دهد. شهر هرات دو ماه گذشته گاهی در تاریکی مطلق فرو می رود و گاهی هم بی آبی موجب سردرگمی شهروندان می شود. با این حال مشکلات نبود و یا کمبود آب و برق در هرات از اول ماه رمضان به شدت افزایش یافته و مردم برخی از مناطق هرات هفته هاست که آبی برای خوردن ندارند و اجباراً از آبهای معدنی دکان ها برای نوشیدن استفاده می کنند. همزمان با آن جریان برق نیز در ولایت هرات در هر شبانه روز بارها قطع و وصل می گردد. حق مردم می خورند. امروز 80 بود برق نداریم ما به ایران. هزار بخانی پایده نداره. اینو برات گفتم پوز کنده. بخان تا شما. شیرحمد فیضی غوریانی رئیس برق هرات میگوید از آنجایی که قسمتی از برق هرات از کشور ترکمنستان وارد می شود، آن کشور در ساعاتی از شبانه روز برق صادراتی خود به هرات را قطع می کند. و به حساب تکنیکی که ما نگاه میکنیم شاید اونا همین برق رو چون هوا بسیار گرمه هم به افغانستان هم به کشور ترکمنستان شاید اونا همین برق رو برای خود خود استفاده کنند. در این حال انجینیر زوران رئیس آبرسانی ولایت هرات هم دلیل قطع آب در شهر را پایین بودن ولتاژ برق عنوان میکند و میگوید ریاست آبرسانی هرات توانایی آبرسانی به میزان بالایی برای شهروندان این ولایت را دارد، اما به دلیل پایین بودن ولتاژ برق و گران بودن قیمت مواد نفتی و ناتوانی این اداره در خرید دیزل برای جنراتورها
باعث شده است که جریان آب از اول ماه مبارک رمضان با مشکلات جدی روبرو گرده. ما در رسای ابرسانی در اضافه از 1,000,000 متر مکعب در ماه در سالی که گذشت 16,000 اضافه 13,000,000 متر مکعب آب تولید کرده بودیم که از 1,000,000 در هر ماه اضافه تر میشه. 1,000,000 متر مکعب تولید میکنیم به تمام شهر سر و صدای برآمدن متر مکعب. ولی مشکل اساسی در این است که ما باید انرژی داشته باشیم. در همین حال محمدی یکتا سر کنسول کشور ایران در ولایت هرات از آمادگی آن کشور برای افزایش میزان ولتاژ برق وارداتی خبر داد. وی گفت کشور ایران در صورت درخواست مسئولین افغان در قسمت رفع مشکلات برق هرات با کشور افغانستان همکاری خواهد کرد. امروز همین برقی که در هرات است عمدهش از جمهوری اسلامی ایران تامین میشه. دو تا خط 20 کیلووات و 132 کیلووات از جمهوری اسلامی ایران تامین و صادر میشه. ایران آمادگی داره برای تقویت، گسترش و همکاری بیشتر. آمادگی در ایران به تمام معنا هست. اون تا باید در خود منطقه جوری مدیریت بشه که این مشکلات به حداقل برسه. در هر صورت جمهوری اسلامی ایران از همین تریبون هم من اعلام میکنم آمادگی و همکاری همه جانبه رو برای رفع مشکلات مردم داره. هرات یکی از ولایات مرزی و صنعتی افغانستان به شمار میرود. صنعت و تجارت در هرات رابطه مستقیم با موجودیت آب و برق در این ولایت دارد. با دنبال اعلام کاهش رتبه اعتباری آمریکا در سطح جهان، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از ارزش اعتبار مالی کشورش دفاع کرد. آقای اوباما افزود مشکلات اقتصادی آمریکا قابل حل است. این در حالی است که ارزش سهام در بازارهای بورس جهان همچنان در حال سقوط است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید بحران اقتصادی آن کشور را به زودی حل خواهد کرد. این در حال است که مؤسسه SNDP، یکی از 3 نهاد معتبر در جهان در زمینه رده‌بندی اعتباری کشورها، روز جمعه ارزش اعتبار ایالات متحده را از سطح عالی AAA به AA پایین آورد. اوباما افزود برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا به اراده سیاسی نیاز است. In fact, Warren Buffett, who knows a thing or two about good investments. حقیقت این است که ما به اداره تعیین ارزش نیاز نداریم که برای ما بگوید ما برای کاهش کسر بودجه و پالیسی درازمدت و متوازن نیاز داریم. هفته گذشته این سخن درست بود. سال گذشته درست بود. زمانی که من به کاخ سفید آمدم این درست بود. ما به اداره تعیین ارزش نیاز نداریم که برای ما بگوید در چندین ماه گذشته تلاش ها در واشنگتن سودمند نبود. از سوی دیگر ارزش سهام در بازارهای بورس جهان رو به کاهش است، اما قیمت طلا روز گذشته برای نخستین بار در هر اونس 1.7 دلار افزایش یافت. بازار بورس یونان در 14 سال گذشته به شکل بی سابقه افت کرده و بازارهای ارزش سهام آسیا نیز رو به سقوط است. این در حال است که تیموتی گایدنر وزیر مالیه آمریکا میگوید با وجود کاهش بازارهای سهام جهان اقتصاد آمریکا از ثبات برخوردار است. اعتراض ها و مظاهرات خیابانی در لندن پایتخت بریتانیا به 3 شهر دیگر نیز گسترش یافت. تلویزیون BBC تصاویر از این تظاهرات به نشر رسانده که در آن مظاهرچیان جوان شیشه های دکان ها را می شکنند، اموال فروشگاه ها را به سرقت می برند و به سوی افراد پلیس که آنها را در محاصره گرفته اند سنگ و چوب و بوتل پرتاب می کنند. پلیس بریتانیا گفته است تا اکنون بیش از 200 مظاهره کننده را در پایتخت آن کشور دستگیر نموده اند. محکمه در ترکیه دستور دستگیری 14 افسر ارتش از جمله 6 جنرال و 1 دریا سالار را صادر کرده است. اتهام آنها راه اندازی یک مبارزه اینترنتی علیه دولت ترکیه توصیف شده است. 10 روز پیش 4 فرمانده ارشد ارتش ترکیه در اعتراض به ادامه تحقیقات قضایی درباره صدها افسر برحال و بازنشسته از مقامهای خود استعفا دادند. دولت ترکیه که پس از این استعفای دست جمعی افراد برگزیده خود را جانشین این افسران کرده میگوید تحقیقات مبنی بر فعالیت‌های ضد دولتی در داخل ارتش ادامه دارد. حکومت معمر قذافی واکنش تند علیه تصمیم مقامات بریتانیایی مبنی بر سپردن مسئولیت سفارت لیبی در لندن به شورای انتقالی مخالفان نشان داده است. با گفته مقامات حکومتی لیبی،
این عمل سرپیچی از کنوانسیون وین است. از سوی دیگر شورای ملی انتقالی لیبی در پی ایجاد حکومت موقت در آن کشور است. خالد کی معاون وزارت خارجه لیبی میگوید فیصله وزیر خارجه بریتانیا مبنی بر انتقال مسئولیت سفارت لیبی در لندن به شورای ملی انتقالی سرپیچی از کنوانسیون وین است. وکلای مدافع رژیم قذافی آمادگی دارند تا به محاکم بریتانیا رفته از ملکیت های لیبی علیه مخالفان دفاع نمایند. ما تصمیم داشتیم که روز سه شنبه به محاکم بریتانیا رفته و این مسئله را روشن سازیم که کنوانسیون وین با آنها اجازه نمی دهد تا دارایی یک دولت را در اختیار گروهی قرار دهد که ماهیتاً هیچ رسمیت ندارد. اما بریتانیا موقف خود را تغییر نداده و شورای ملی انتقالی را به حیث یک حکومت مشروع به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر شورای ملی انتقالی لیبی می خواهد تا حکومت موقت در آن کشور ایجاد نماید و مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا با منحل کردن کابینه خود به نخست وزیر انتقالی وظیفه سپرد تا کابینه جدید را ایجاد نماید. در خبر دیگر یک نظرسنجی در فرانسه نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان آن کشور از اشتراک نیروهای فرانسوی در عملیات نظامی ناتو علیه لیبی راضی نیستند. با این حال رابط موگابی رئیس جمهور زیمبابوه به دلیل حملات نیروهای ناتو به لیبی پیمان اتلانتیک شمالی را یک سازمان هراس افغان خوانده می‌گوید دولت‌های لجام گسیخته در غرب وجود داشته که واقعیت را رد نموده و قانون را نقض می‌کنند. به گفته او ناتو می‌خواهد محمد قذافی رهبر قانونی لیبی را از میان بردارد. به دنبال عربستان سعودی، کشورهای کویت و بحرین نیز سفیرانشان را از سوریه خارج کردند. کشورهای یاد شده علت این کار را برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی سوریه علیه معترضان عنوان می کنند. وزیر خارجه کویت در یک نشست خبری گفت نیروهای سوریه باید به عملیات علیه معترضان پایان دهند. شاه عبدالله پادشاه عربستان نیز روز دوشنبه این ایراد بیانیه گفته بود شرایطی که در حال حاضر در سوریه حاکم است برای سعودی قابل قبول نیست. از توجهتان به فشرده خبرهای این ساعت تشکر.